سلام عرض ادب و ارادت به رفقای گلم. XUP7 مزایا و معایبش. شما این ماشین رو خریدی باید چه نکاتی رو رعایت کنی؟ چون این ماشین شیمبندی و یاتاقانی که داره، مثلا از همه مهمتر روغن سرویسی که داری میریزی. آقا شما این ماشین 500-600 میلیون بهش پول دادی، 1 میلیون باید پول روغن بدی. آقا مردم 3 میلیارد پول میدن، 1 تومن پول روغنش. 600 میلیون قیمت ماشین، 1 تومن پول روغن. خدا وکیل این معایب نیست، معایبه دیگه. نسبت به شیمبندی و یاتاقانایی که داره فقط باید روغن خودش رو بریزی. اگه روغن 20-50-40 میریزی با موتور این ماشین خدافیزی کن. حالا بیا جلو، چه تغییراتی درون این ماشین رخ داده؟ مانیفولد اومدن 2000ش کردن. میبینی یعنی جون ما که میگن زانتیایی، آقا زانتیاییش کردن. سنسور مب اینجا قرار گرفته. دریچه گاز تو XU7 ها این جلویه و مانیفولد چم رو به بالایه. سیمیاش خیلی بهتره. خب دریچه گازهای برقی الان اومدن میگن که بهتره، حالا به خاطر کپ و دقیق بودنشه، ولی من میگم سیمی خیلی بهتره. شما نهایتا این استوپر رو دریچه گاز یا سنسور خرگوشی یا سنسور دریچه گاز خراب بشه، 500-600 عوض میکنی بره رد کارش. ولی اگه برقی خراب بشه کار هر کس نیست. طرف باید خیلی حتی باشه که عیبی از روی این دریچه گازو بفهمه. پس دریچه گاز برقی خرجش بیشتر نسبت به سیمی. گرفتی چی گفتم؟ این دریچه گاز الان سیمی خوبه، ولی بعضی‌ها برقی هم داره، ولی تو میتونید سیمیشو بخرید. گرفتی چی گفتم؟ حالا بیا جلو، این معایب دیگه داره واسه ما مکانیک واقعا خیلی بده. کوویلا رو نگاه کجا انداختن؟ کوویلا این زیره، این زیر. ببینید کوویلا کجای زیر مانیفولده. اگه بخوای عوض کنی دهن ما سرویس میشه خدا وکیلی. این که خیلی بده کوویلو اینجا انداختن، به اینکه کلا پیچایی که توش کار رفته یا تو موتور کار رفته خورشیدیه، یعنی ابزار مخصوص. فیلتر هوا TU5V گذاشتم براش. TU5V سیستم خنک کننده. ببین مثل 206 شده اینجا تو XU7 ها. خب منبع شیشی شوره، ولی مایع خنک کننده که میاد به رادیاتور، کلا آب رادیاتور اومدن اینجا گذاشتن. بیا جلو، دقیقاً این 206 در رادیاتی وجود نداره دیگه. XU7 در رادیات داشت، کلا روی این در رادیات بود. اینجا رو بگیر، اینجا بود. ولی XUP کلا اومدن به خاطری که مثلا دیرتر واشر بزنه، اومدن سیستم خنک کاری رو تغییر دادن که اینجا منبع شیشور بود مال پژو XU7، ولی الان تو XUP اینجا قرار گرفته. و آقا یه چیزی که بهتون بگم، بیا این جلو، بیا جلو، ببینید کاتالیزور اومده بالاتر. تو XU7 ها پایین تره و حالا به قول ما جاده است برای مکانیک، باز اینجا بهتر شده، خیلی بازتر شده. قالپاق رو هم که مشاهده میکنید دیگه، میلسوپاب XUM شده. گرفتی چی گفتم؟ XUM قالپاقشم که تغییر کرده اینه، باز خلوت‌تر شده، بهتر از این لحاظ. حالا بریم زیر ماشین. اومدیم زیر ماشین. بدترین عیبی که تو XUP7 هست که واقعا همه مردم ازش ناراحتن اینه، سینی زیر ماشین پلاستیکی شده. الان بری سینی رو بخری 1,600,000 1,700,000 قیمتشه. کلن کارخونه اومده از سینی پلاستیکی استفاده کرده که با قول ما خیلی بده. گرفتی چی گفتم؟ واقعا بده. این پلاستیکیه، میری تو جاده خاکی یه سنگ رد میشه، راحت میخوره به کارتر، روغنا تخلیه میشه، ماشین شما موتورش قفل میشه و همین سادگی. پس این سینی پلاستیکی یکی از معایب بزرگشه. گرفتی چی گفتم؟ حالا بریم بالا یه چیزی هم بهتون نشون بدم. یه تغییر دیگه وجود داره. بیا جلو، منبع شیشه شور اومدی اینجا سمت شاگرد. ببینید اینم علامت اینه که وقتی که ماشین شما شیشه شورش مثلا آب نداره، کلا پشت داشبورد میاد. حالا اینو براتون بگم، شما میخوای این ماشین، این موتور دیرتر یعنی به خرابی بره یا کلا خراب نشه، روغن خودشو بریز، نه 25 نه 40، فقط روغن خودش، 1000 تا زودتر تعویض کن. یعنی چی گفتم؟
هزارتا رو راحت زودتر تعویض کن، خیلی حساسه. من هنوز موتورش نیومده که باز کنم در، یعنی اینجوری بهتون بگم موتورش بیاد در مغازه، انشالله که نیاد، من به اونم راضی نیستم. موتورش بیاد در مغازه کلن کمپلت بهتون میگم چه تغییرات درونش ایجاد شده. الان شیلنگ بالا رادیاتش، بیا اینجا، شیلنگ بالا رادیاتش خیلی قوی تر شده نسبت به XU7. ببین کنفدار شده، اینجا کنفدار شده، ببینید. و اینکه سیستم ماشین یا همون کامپیوتر ماشین ببینید اصلا هیچ امنیتی نداره. هم کاپوت و دوز اینجا دستشو بندازه بالا راحت میتونه برداره بره. در این حد بهت بگم امنیتی صفر شده. و یه چیزی دیگه، من که سوارش شدم ایرادی که درونش دیدم موقع شتابگیری، خب یه کوب داره، حالا میگن خیلی دقیق تر شده ولی یه کوب داره. یه XU7 باش بندازی، بقول ما کورس بندازی، راحت اینو میندازه. حالا نمیدونم چجوری میگن این شتابش بیشتر شده، جلوبندی همون جلوبندی، فقط مانیفول تغییر پیدا کرده، میل سوپاپ، کاتالیزور، سیستم خنک کننده، فیلتر هوا کلا جاش عوض شده، کلا یه جور دیگه شده، تیو 5 شده، منبع شیشور، سیستم خنک کننده که بهتون گفتم اینجا قرار گرفته، چیزی دیگه من ندیدم داخلش. یعنی داخلش بشینه همش یکیه. آقا که با دیدن ویدیو حال کردیم واقعا از XUP7 به قول ما سرطان یه چیزی قشنگ یاد گرفتی، فهمیدی چی نکاتی رو باید رعایت کنی، لایک قشنگه رو بکن. مخلص همتون، استیطلاح.